و اما در آمریکا در پی تخریب گسترده ناشی از طوفان گرمسیری آیدا، پرزیدنت بایدن از مناطق طوفان زده بازدید کرد. گزارشی از رامش راسخ در این باره. طوفان گرمسیری و پرباد آیدا که از روز یکشنبه گذشته ایالت‌های جنوبی لوئیزیانا و میسیسیپی و آلاباما را در هم کوبید، دست کم 14 کشته تنها در این مناطق بر جای گذاشته است. شهر نیو اورلئان در لوئیزیانا که بارها آماج بلایای طبیعی بوده است، این بار نیز در مسیر ویرانگر طوفان آیدا توأم با بادهایی به سرعت 160 کیلومتر در ساعت قرار گرفت. طوفان جریان برق در تمامی نیو اورلئان را قطع کرد و بسیاری از ساکنان شهر وادار به ترک خانه هایشان شدند. طوفان سقف های خانه ها و درختان را از جا کند و خیابان ها را به رودخانه تبدیل کرد. به برآورد کمیسیون خدمات عمومی در لوئیزیانا، بیش از 800 هزار واحد مسکونی و اماکن کسب و کار در جنوب شرقی آن ایالت در روز جمعه همچنان بدون جریان برق بودند. این در حالی است که در روزهای نخست طوفان حدود 1,100,000 نفر بی بهره از جریان برق بودند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دیروز جمعه طی بازدیدی از مناطق صدمه دیده در لوئیزیانا و ملاقات با مقامات محلی و ایالتی از گستره تخریب آگاهی یافت و خطاب به ساکنان گفت دولت از آنان حمایت خواهد کرد. پرزیدنت بایدن اظهار داشت دولت مبلغ 100 میلیون دلار را به صورت چک‌های 500 دلاری در میان افراد نیازمند توزیع کرده است تا آنان را از کمک‌های خطیر اولیه بهره‌مند سازد. بسیاری از ساکنان ضمن استقبال گرم از آقای بایدن که پیراهنی ساده بر تن و چکمه بر پا داشت با او عکس گرفتند. رئیس جمهوری آمریکا تأکید ورزیده است که این گونه تخریب نمایانگر اهمیت مقابله با تغییرات اقلیمی است. طوفان و بارندگی‌های شدید ناشی از آیدا در مناطق شرقی آمریکا نیز ده‌ها قربانی گرفته و خسارات فراوانی را به بار آورده است. رامش راسخ، صدای آمریکا.